به شما عزیزان در ایران و دیگر نقاط جهان سلام میگویم. در این ساعتی که شما به تماشای تفسیر خبر از شبکه تلویزیونی ایران فردا نشسته اید، ساعت 1 بعد از ظهر واشنگتن، 9:30 شب به وقت تهران. بررسی میکنیم مهمترین خبرهای روز در ارتباط با سفره مردم ایران و آنچه را که در عرصه منطقه‌ای و بین المللی در همین ارتباط می‌گذرد، بر زمینه‌ای از سالگرد انقلاب اسلامی، رویدادی که در سال 57 ایران را وارد مسیری دیگر ساخت با نتایجی که امروز همه شما عزیزان شاهد آن هستید. جنگ داخلی بر سر رشوه دادن آقای محمد رضا رحیمی، معاون رئیس جمهوری پیشین نظام فقیه، به نمایندگان مجلس شورای اسلامی. چرا آقای محمد رضا رحیمی افشا نمی کند؟ پرسشی که برخی از نمایندگان مجلس نیز مطرح کردند و همچنین علی لاریجانی رئیس مجلس شورای اسلامی. آنچه که پیرامون بازداشت خانگی آقای کروبی و میرحسین موسوی در جمهوری اسلامی در جریان است و آقای علوی وزیر اطلاعات ولی فقیه میگوید انقلاب را با دروغ نمیتوان حفظ کرد و خبرهای دیگر. با من و شما هستند این بار در نیویورک آقای علیرضا نوریزاده و آقای محسن سازگارا در واشنگتن. با شما عزیزان خواهیم بود تا لحظاتی دیگر. حتما در جریان هستید که جامعه مطبوعات ایران از طریق بخش‌های دیگه در شبکه تلویزیونی ایران فردا و برنامه‌های دیگه در جریان هستید که جامعه مطبوعات ایران یکی از اعضای سرشناس خودش رو از دست داد، آقای پرویز اصفهانی، که چند دهه در مطبوعات ایران فعالیت داشت، به زندان ولایت فقیه پس از انقلاب نیز رفت و در خارج از ایران در لندن نشریه نیمروز رو منتشر میکرد. آقای نوریزاده، ضمن تسلیت به شما و جامعه مطبوعات ایران به برنامه خوش اومدید از نیویورک. درود بر شما جناب چالنگی عزیزم، درود بر دکتر سازگارای عزیز و همه بینندگان تلویزیون ایران فردا، به ویژه در خانه پدری. منم اجازه بدید، پرویز عزیز دوست نازنین من بود، سالها با هم همکاری میکردیم در این روز و شاید بگم یکی از مظلوم ترین روزنامه نگاران ما به معنای واقعیش. پرویز 5 سال در زندان ولایت فقیه بود، بعدم که به خارج از کشور اومد دچار ناملایمات و بعضی از غیر دوستی های دوستان شد. به همت عالیش نیمروز رو در آورد و خانواده همه از همسرش، فرزندانش در کنار او برای پایدار ماندن نیمروز تلاش کردند. و اون روزی که دیگه نتونست نیمروز رو ادامه بده، به اعتقاد من پرویز همون روز خاموش شده بود، کمتر صداشو میشنیدیم. بارها بهش گفتم ایران فردا روی تو باز، بیا و نیمروز تو از ایران فردا انجام بده، ولی دلشکسته بسیار. من واقعا در این 24 ساعت گذشته نمیدونستم از غم او، از مظلومیتش بر کدام بگریم. آقای سازگار خوش اومدید.
ممنونم، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما آقای چلنگی عزیز، آقای دکتر نوری‌زاده گرامی و همه بینندگان عزیز. آقای نوری‌زاده، ببینید، شما دانشکده حقوق دانشگاه تهران میرفتید، درسته؟ بله. الان سالها پس از اینکه شما به دانشکده حقوق دانشگاه تهران میرفتید، پس از اون خب انقلابی رخ داد، همه در جریان هستیم، امروز روز دانشجوی دوره دکترای دانشکده حقوق آقای حسین خجسته‌نیا به دلیل مشکلات مالی و مشکلات دیگه خود دست به خودکشی میزنه در جلو دانشکده، دانشجوی اونجا بود. آقای بسیاری دربارشون صحبت کردن، از جمله آقای دکتر زیبا کلام گفته که ایشون در دوره فوق لیسانس هم در دوره دکترای علوم سیاسی شاگرد اول بودن، ایشون علی‌القاعده و طبق روال گذشته باید بورسیه میشد، اما او هم برات که راجع به کسی دیگه صحبت میکنه مثل آقای خجسته‌نیا که اون هم گرفتاری پیدا کرد. چه اتفاقی افتاده در ایران؟ در زمان شما دانشجوی حقوق بودید با الان نگاه میکنید چه اتفاقی افتاده که کار به اینجا رسید؟ آیا در زمان شما دانشجوی از نداری و بی پارتی بودن، چیزی که اشاره کردن در اینجا بیکاری، کار پیدا نکردن، دست به خودکشی زده میزد، چه میشد؟ جناب چالنگی عزیزم، در همون زمانی که بنده در دانشکده حقوق وارد شدم سال 46، دانشجوهایی بودن که واقعا وضع مالی بدی داشتن و فردی واقعا هم کلاس من بود که 4 سال یک کت پوشید و بودن نظاره اون، حتی دخترانی که از خانواده خیلی فقیر بودن. اما دو چیز اونجا وجود داشت، یکی اون غرور بود، دوم کمکهایی که به دانشجوان میشد. به هر حال دانشجوان هم از نظر شهریه هم از نظر کمکهایی که بهشون میشد، و بعد کار وجود داشت. دوستی داشتم ارمنی بود در همون دانشکده، در کارخانه پپسیکولا کار گرفته بود، روزی 5-6 ساعت میرفت اونجا کار میکرد. ولی دانشجوی امروز با یه هزینه سرسام‌آوری روبروز. اون زمان آقای چالنگی 300 تومن یه دانشجو بورسی دستش میومد، یه جوری منیج میکرد. 4 تا دانشجوی شهرستانی با هم یه اتاق دو توی آپارتمان میگرفتن و زندگی میکردن، زندگی قابل ادامه یافتن بود. امروز واقعا نمیشه. شما برای اینکه دانشجو باشی یه میلیون تومان در ماه اقلا پول احتیاج داری، و انواع و اقسام هزینه هایی که برای تولید کردن، حتی عیاب و ذهاب بین جایی که اقامتگاه و دانشکده، خوابگاه هم که خدا میدونه چه وضعی داره، به اضافه اینکه همه دانشگاه ها خوابگاه ندارن و در اختیار همه دانشجوان هم نیست. اینه که خیلی خودکشی تأثیر برانگیز دانشجویی در دوره دکترا باشه و آقای در واقع استاد او هم بیاد و ازش، دکتر زیبا کلام، به عنوان یه دانشجو خوب یاد بکنه. آقای خمینی قرار بود، میگم دیگه، قرار ایشون اومده بودن ایران رو تبدیل به دانشگاه بکنن، البته بهشت زهرا به برکت حکومتشون صدها برابر شد. رفته با رئیس دانشگاه صحبت کرده، ایشون مثل که مسائلی که داشته حل نشده. آقای زیبا کلام اشاره میکنه نامیدی ایشون نسبت به، نه اینکه نامیدی باعث خودکشی بوده، میگه مثل دانشجوی دیگه اصغر محمدزاده هم که همین سرنوشت رو پیدا کرده بود، به هر حال مشکلاتی داشت و اینها مشکل، یکی از مشکلات اینه که بدون اینکه پارتی داشته باشن کاری در جایی پیدا نمیتونن بکنن. دانشجوی دکترای حقوق، یعنی کار به جایی رسیده که دانشجوی دکترای حقوق. آقای نوری‌زاده، حالا در سال 46 اشاره کردید که به دانشگاه رفتید و دانشکده حقوق، اما دیگه در سال 50-51-23 دانشکده حقوق، دانشجویان بلافاصله لدر ورود آینده روشنی در برابر خودشون داشتن، از نظر کاری نداشتن. آقای نوری‌زاده، کاملا از سال سوم که بر اساس حالا درجه دانش و تلاش ها به کارآموزی به وزارت خونه فرستاده می شدن، وزارت خارجه بود، دادگستری بود، وزارت کشور بود، و دانشجو واقعا کار داشت. بله.
آقای سازگاره، این از وضع دانشجوی دوره دکترا و بقیه دانشجویان که خانواده ها بهتر در جریان هستن. وضعیت کارگران، دانشجوی دکترا به این شکل، وضعیت کارگران شما میبینید در جریان هستید که اعتصابات هست این ور اون ور، ندادن حقوق ها و وضعیتی که وجود داره در خانواده های کارگری 35-6 سال پس از انقلاب، وعده های آیت الله خمینی، دانشجویان، کارگران و قشرها، طبقات بینابین، اینا به کجا رسیدن؟ به ویژه وضعیت کارگران رو وقتی میبینید. من ابتدا واقعا شوک خودکشی این جوان رو، حسین خجسته‌نیا رو، تسلیت عرض میکنم به همه دانشجویان دانشکده حقوق دانشگاه تهران که اینطوری که نقل میکردند جوانی خوشروح، محجوب و بسیار هم زرنگ و درسخون بوده و وقتی در کف سالن همکف دانشکده به زمین میفته ظاهرا قرص سیانور خورده بوده. الان دوستانی که از دانشگاه تهران تماس داشتن میگفتن جو دانشگاه ملتهبه، تمام نه دانشکده حقوق، تمام دانشکده ها صحبت از مرگ این جوانه و احتمالاً مراسمی که گفته میشه برای او اگر بشود در مسجد دانشگاه تهران بگیرن یا جای دیگه، ممکن است که با سرکوب عوامل حکومت بخواد مواجه بشه و مسائلی که به حال مطرح. اما آقای چالنگی، در مورد کارخانه جات واقعاً روزی نیست که آدم نشنوه که چگونه در واقع در کارخانه جات کشور فقر، گرسنگی، عدم امنیت شغلی بیداد میکنه، چند ماه حقوق ندادن کارگرا رو عاصی میکنه، با زن و بچه به قول قدیمی ها میگفتن هیچ مردی خجل زن و بچه نشه و بسیاری کارگران ما متاسفانه با تنگی معیشت دست و پنجه نرم میکنن و سفره زندگیشون خالی است. در کارخونه موتوژن که یکی از قطب های صنعتی کشور هست و اصلی ترین سازنده الکتروموتورها هست، سپاه پاسداران کارخانه رو در واقع مثل بسیار کارخانجات کشور تصاحب کرده و سهامدار اصلی شده و کارگرا که مطالبه دستمزد میکنن با تهدید مواجه شدن در سوی مدیریت و دست به اعتصاب زدن. در کارخونه ایران خودرو کارگرا مشغول مذاکره هستند با مدیریت، مزد پایشون میخواد افزایش پیدا بکنه که موافقت نمیشه. در اسفراین، در چندین جا که واقعا روزانه آدم دنبال میکنه، در دهها کارخونه در جریانه و من اخیرا شنیدم که کارگرانی که زندانی هستند دعوت کردند همکارانشون، کارگرانی که فقط به جرم درخواست صنفی افزایش حقوق کارگران به زندان میفتن یا تشکل کارگری خواستن درست بکنن، همکارانشون رو ظاهرا دارن دعوت میکنن به اینکه 25 بهمن ماه دست به یک اعتصاب یک روزه بزنن، برای اینکه آقای چالنگی این روزها روزگاری است که آخر ساله و شورای عالی کار طبق قانون کار باید حداقل دستمزد کارگران رو تعیین بکنه، حداقلی که برابر ماده 41 قانون کار باید متناسب با تورم اعلام شده بانک مرکزی و سطح زندگی باشه که همه هم اذعان دارند که خط فقر الان برای یک خانوار 4 نفره دست کم 2.5 میلیون تومان دستمزد در ماه، در حالی که حداقل دستمزد دوربر 600,000 تومانه. یعنی ببینید فاصله چقدر بزرگه و به نظرم کارگرا حق دارند که دست به اعتصاب بزنن در سراسر کشور و بخواهند که حداقل دستمزدشون بیاد و متناسب با تورم به 2.5 میلیون تومان در ماه برسه. ضمن اینکه معلمین هم، آقای چالنگی، یک اعتصاب یک روزه رو در 8-9 استان تجربه کردند و بسیار موفق هم بود، در مدارس به سر کلاس نرفتند. خواسته مشابهی را هم معلمین دارند، چون
فقط قرار 14% افزایش حقوق اگر بدهند باشه، در حالی که پیشاپیش تورم بالای 20 و چند درصد، عملا سال آینده معلمین فقیرتر خواهند شد ولو با 14% افزایش. برای اینکه نسل جدید نمونه ای داشته باشن هم درباره کارگران و هم درباره دانشجویان در زمان پیش از انقلاب، من فقط یه اشاره ای بکنم. ما چون از خوزستان اومده بودیم و دوست نازنینمون، هم خونه گرامی من که اسم به هر حال به جهتی نمیبرم، در اینجا در جاهای مختلف تهران از خیابان جمشید آباد در نزدیکی‌های میدان 24 اسفند تا خیابان کریم خان زند و بعدن بولوار الیزابت و بعدن امیرآباد و جاهای مختلف آپارتمان 3 اتاق خوابه بسیار خوب حدود 600 تومن طی 4 سال چندان افزایش پیدا نکرد. 600 تا 1 تومنی بود آقای نوریزاده عزیز. اما آقای خمینی وعده‌هایی داد، از جمله این که میشنویم نه تنها دنیای شما رو بهتر میکنیم که با هم میشنویم. بر این که زندگی ما بی شما را میخواهیم مرفه بشد، زندگی معنوی شما را هم میخواهیم مرفه بشد. دل خوش نباشید که مسکن فقط میسازیم، آب برق را مجانی میکنیم، اتوبوس را مجانی میکنیم. دل خوش به این مقدار نباشید، ما هم دنیا را می آباد میکنیم و هم آخرت را. این دارایی از غنایم اسلام است. آقای نوریزاده، آنچوری که آقای خمینی گفت خب شنیدید. الان وزیر اطلاعات نظام برآمده از انقلاب آقای علوی میگه این انقلاب رو با دروغ و تهمت زدن نمیشه حفظ کرد. به گفته خود ایشون از صبح تا شب کار مسئولان و بسیاری از مسئولان دروغگویی است. انگشت اتهام ایشون متوجه دولت پیشین هست بیشتر و اتهام زدن، و از جمله اونجایی که مردم کنجکاو هستن حقایق رو بدونن، خودداری کردن از افشای حقایق، از جمله اینکه آقای محمد رضا رحیمی چرا افشا نمیکنن، حتی خواستن ازشون، چه نماینده های پول دادن چه نماینده های پول ندادن، این پولا مال کی است غیر از مردم، و کی حق داره غیر از مردم که کاملا در جریان باشه که این پول از کجا و به کی رسیده. آقای چالنگی، اولا من یک اشاره‌ای بکنم. وقتی راجع به کارگران صحبت می‌کردیم، من دقایقی با دوست عزیزمون آقای اوسانلو صحبت کردم، انقدر از این مرد روحیه گرفتم، یعنی انقدر خوشم اومد که با همه مصائب و مصیبت‌ها اینجور استوار و گفت اصلاً جنبش کارگری که در ایران شروع شده سر بازی ایستادن نداره و مطمئن باشین کارگرا دست در دست دانشجویان خلاصه کاری خواهند کرد کارستان. از این نظر خیلی خوشحال شدم یه همچی آدمی با یه همچی روحیه‌ای بعد از همه اون زجرها و سختی ها هست. علوی یه واقعیتی رو میگه، ولی خود او هم بخشی از این دروغه. ببینید، یک نظامی از ابتدا، از روز اولی که خمینی به ایران آمد، حالا قبلش در پاریس و غیره، تو سنگ بنای حکومتش که تو قبرستان بهشت زهرا گذاشت بر پایه دروغ بود. تمام مدت دروغ گفت به مردم، تمام عملکرد حکومتش دروغ بود و این دروغ ادامه یافت. و اگر هر فصل کوتاهی مسئولانی از سر دلسوزی وطن خواهی مسلمان بودن متعهد بودن هر چی اسمشو بگذاریم خواستن این دروغ رو بذارن لای پرانتز و ادامه بدن بدون دروغ، ریشه‌شون رو زدن، نابودشون کردن. ببینید، من باز برمیگردم به زمان مشروطه و آنچه را شیخ فضل‌الله نوری در مخالفت با مشروطه میگفت. اساس این حکومت، مبنای این حکومت با آزادی، مردم سالاری، تساوی حقوق بین شهروندان، تساوی حقوق بین زن و مرد، آزادی مطبوعات، توزیع، یعنی عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه ثروت، با اینا مخالفن. وقتی آقای ناطق نوری، سالها رئیس مجلس، نماینده وزیر کشور، بازرس عالی مقام رهبری، میگوید چجوری میخواین
اون کلبلای علی با من ملا دارای حقوق مساوی باشیم. خیلی ببینید یه جنبه روشن قضیه. پس زمانی که مجبورن تظاهر کنن بله قانون اساسی همه را مساوی میدانند، دارن دروغ میگن. زمانی که میخوان جست بگیر آقای محمد جواد لاریجانی، آقا حقوق بشر در ایران از همه جای دنیا بیشتر رعایت میشه، داره دروغ میگه. زمانی که داره میگه ما امین ملت هستیم، ما اسلام رو پیاده میکنیم، دروغ میگن. پس این حکومت کلش جمهوری ولایت دروغ باید اسمش رو بگذاریم و به اعتقاد من این زیبنده ترین اسم برای این حکومت هست. آقای سازگارا ببینید وضعیت دانشجوی ما، دوره دکترا شغلی پیدا نمی کنه، درآمدی نداره، وضعیت مالی خراب. وضعیت کارگران شما اشاره کردید، آقای اوسانلو عزیز رو هم که در برنامه اشاره میکنه، آقای نوری‌زاده هم اشاره به دیدارشون داشت بهش. این از وضعیت. اما این برای قضیه پولهایی هستش که مال همین کارگران، همین دانشجویان رد و بدل شده. حالا از پرونده‌ای که زیر نام آقای کسان دیگه از بابک زنجانی هست و بقیه همه اینها و این پولهایی که آقای رحیمی متهم هست داده به وکیلای مجلس، اینا پولهای همین مردم، همین دانشجو، همین کارگر، چرا افشا نمیشه؟ چرا مطرح نمیشه؟ چرا یا اینکه یک دعوای پشت پرده است بین باندهای مافیایی که یه زمانی در شیکاگو بود و جاهای دیگه؟ بله، اخیراً هم آقای چالنگی اعلام شد که از صندوق سازمان تأمین اجتماعی دولت دهم، دولت آقای احمدی نژاد، 70,000 میلیارد تومان برداشت کرده. یعنی ذخیره بیمه و بازنشستگی که کارگرا هر ماه میپردازند تو این صندوق هست و 70,000 میلیارد تومان رو دولت برداشته و چه کرده خدا میدونه. یا در قانون به اصطلاح تفریق بودجه سال 92 دیوان محاسبات اعلام کرده که در سال 92 درآمد پول صادرات گاز به ترکیه که طی یه قراردادی در سال انجام میشه اصلا به خزانه واریز نشده. یعنی گفت هر دم از این باغ بری میرسه، تازه تر از تازه تری میرسه. یعنی هر روز یه ابعاد جدیدی از دزدی های عجیب و غریبی افشا میشه های چالنگی، که واقعا آدم دود از کلش بلند میشه که مثلا صادرات گاز پولش میلیاردها تومنه، این کجا رفته، چی برداشته؟ و به نظرم تعبیری که شما کردید بسیار بسیار تعبیر درستی است. الان در ایران ما نظام حکومتی نداریم، الان یک تعداد باند مافیایی هستند که پشت پرده با همدیگه دائما دعوا و کشمکش دارن و یک سر بزرگش در بیت خود رهبری، چند سرش داخل سپاه، سرهای دیگرش داخل بیت پاره از این آقایون به اصطلاح مراجعی است که حکومت مرجعشون کرده و سهم کارخانه و نمیدونم غیره رو تصاحب کردن. و این باندها ضمناً خیلی اوقات هم با هم همکاری میکنن. به نظرم درک درستی از فعل و انفعالات سیاست فعلی ایران، داخلی ایران نمیشه داشت مگر آدم این باندها رو بشناسه و متوجه میشه که خیلی از این موافقت و مخالفت ها ریشش در این منافع. راجع به همین 170 نماینده که پول گرفتند و انتخابات اومدن، ضمن اینکه معلوم شده در قصه استیضاح آقای کردان هم بین نماینده ها پول پخش کرده بود آقای رحیمی، الان ظاهرا آقای این یکی برادر به اون یکی برادر نامه نوشتن، آقای لاریجانی علی به آقای لاریجانی صادق نوشتن که اسامی رو مثلا قوه قضاییه منتشر کنه، ولی مطمئن باشید که این کار رو نخواهند کرد. ضمن اینکه در همین مجلس آدمهایی مثل آقای رسایی هستند که پرونده زمینخواری و اختلاس و دزدیشون کار به جایی رسیده که محروم از خدمات دولتی شدن ولی توی مجلسن. و جالبه که
صبح تا شب هم داد و فریاد میکنن این آدم ها به عالم و آدم هم بد و بیراه میگن. بر صورت الان آقای چارنگی دردناک این است که سرنوشت ملت در مثلا موضوع مهمی مثل مذاکرات هسته‌ای وقتی که میره در ایران پیشنهاد امریکایی ها به دلیل همین منافع این باندها که به رنجوری و بیماری آقای خامنه ای هم نگاه دارن میکنن و یک دعوای زود هنگامی بر سر جانشینی هم درگیر شده، اینجور مذاکرات رو در واقع قراردادها رو اجازه نمیدن به اجرا برسه، تحریم ها تشدید میشه و ماجراجوی هایی هم دارن در ایران و منطقه میکنن که حالا شاید در ادامه بحثش برسیم و واقعا کشور رو بیش از پیش به کام بحران و گرفتاری فرو میبره. آقای نوریزاده شب عید هست، اشاره کرد آقای سازگار، خود شما هم اشاره کردید، ببینید کارگر ایرانی دستش خالی هست، جیب خالی داره، توانایی خرید لباس و رخت نو برای خانوادش نداره و بقیه اقشار، معلمین هم همینطور، کارمندان دولت هم همینطور، ای بسا در رده های نظامی، رده های پایین، در حتی آنچه که سپاه پاسداران هست در رده های بسیار پایینش ممکنه چون این باشه و ارتشان برحال، خیلی ها بر این اعتقاد هستن که این جور دزدیدن، اگر اسمش بذاریم غارت، هر چه اسمش هست، حیف و میل، هر اسمی برش بذاریم، از بیت المال مردم، نشونه بی اعتمادی حکومت به ادامه خودش هست. به خصوص الان هم اشاره شد که بحث بعد از آیت الله خامنه ای، یعنی هر باندی در صدد این هست که قبل از اینکه تموم بشه قضایا، به قول آقای علوی این دروغ و تهمت ها پایان بده و علت های دیگه این نظام رو، هر کی بیشتر بچاپه. یعنی اگر یه حکومتی اعتماد داشت که اینطور حتی نمی‌دزدید یا غارت نمی‌کرد میلیارد میلیارد دلار از پول مردم رو، این نظریه تا چه اندازه درست؟ اولا واقعا باید گفت حرف شادروان میرزاده عشقی رو تکرار کرد با یه تغییراتی که این مجلس ننگین به خدا ننگ بشر بود، دیدی چه خبر. شما فکر کنید در رژیم گذشته آخرین مجلس رو من مثال براتون میزنم، نمایندگانی بودن مثل آقای لطیف شیخ الاسلامی نماینده از کردستان و نمایندگانی دیگری که اینا تمام زندگیشون حقوق وکالت مجلس بود. روزی که آقای خمینی اومد گفت این وکلا بعد از سال 42 بیان پولشون رو پس شیخ الاسلامی، رفت گفت من در این 4 سال وکالت علاوه بر حقوقم آنچه را هم از زراعت و غیره داشتم روش گذاشتم، برای موکلانم خرج کردم، از کجا بیارم به شما بدم. حالا ماشاءالله وکلای مجلس هر کدومشون یه قارون و دزدین که رو دست دزدای دیگه بلند شد. خب ببینید الناس علی دین ملوکه، اینا هم نمایندگان مردمی هستند که تحت سلطه یک رژیم غارتگر و حقا ضد ایرانی. یعنی من به شرافتم قسم میخورم در تمام سالهای عمرم و کار روزنامه نگاری بیوطن تر از اینا ندیدم. کسانی که دشمن ایرانن، قدم زدن آقای ظریف با جان کری میشه جنایت بزرگ، اما تجاوز به کودکان و بچه ها و زنها و گریزک و کشتن بچه ها تو خیابان جنایت نیست. میخوام بگم در یک کشوری ما هستیم که مبنا و اساس فریبکاری و دروغ، دزدی نماینده مردم که دزد نمیشه. خب روانشناسی این دزدی رو، آیا بی‌اعتمادی به آینده رژیم نیست؟ ببینید اینا به فرداشون هم اعتماد ندارن. مسئله این هارت و پورتا و ما قدرتمندیم و ما غیره ای، تو این جریان کشتن خلبان اردنی یک چیزی برای من ثابت شد، خیلی برای من جالب بود، غیرت و مردانگی و شرافت رو در ملک عبدالله و در حکومتش و در مردمش دیدم. ما این غیرت و شرافت رو ابراز کردیم، این همه بچه‌هامون تو سوریه عراق غیر کشته شدن، چیکار کردیم؟
فقط ادا از دور نقشه میکشیم و عربده میزنیم. سردار ببخشید یعنی کسانی که در سوریه کشته شدن کسانی بودن که در کنار نیروهای دولت بشار اسد بودن یا کسانی بودن که رفتن علیه بشار اسد؟ ببینید به هر حال نمایندگان این رژیم بودن. منظورم اینه یک دولت نسبت به شهروندانش چجور اعتبار قائله، چجور اهمیت قائل میشه، چجور برخورد میکنه، اینا براشون مهم نیست. ایرانی رو داعش تو جاده کربلا بکشه، دیپلماتاشون رو طالبان در افغانستان سر ببره، میخوام بگم غیرتی وجود نداره، حمیت ایرانی وجود نداره. آنچه وجود داره پولا رو بذارن کنار که فردا که این بساط برچیده شد، اینا با همشون هم داره ملیتهای متعدد الان یه جا هست تو ایران هم داره تبلیغ میکنه $500,000 میدین گذرنامه میده به 36 کشور جهان هم میتونیم بدین از این جزیره های کارائیب، گر رو گر دارن میخرن. ماشاءالله از این دکونا هم که تو امریکا کانادا پره، بیان $250,000 $500,000 میشه ملیت میگیره. ملیت فروشی هم که بابه، همشون هم برای خود و همسر و یا همسران و فرزندان و نوادگان و برای همه خریدن، همه دارای ملیت دیگری هستن. تو افغانستان کابینه‌شو 7 وزیر رو رد کردن، گفتن این بیچاره اون زمانی که تو آلمان بودی یا انگلیس مثل همه ما مجبور شده گذرنامه بگیم. ولی در جمهوری ولایت فقیه 2/3 مسئولان دو ملیتی هستن، منتها همه رو قایم کردن برای روز مبادا. وقت یه روز سر در میبینیم رئیس بانکشون در کانادا، میگیم اصلا کانادایی هم به شما چی میمرد. این هم از حکومتی که فرداش خدا میداند فردا اینا چیه. همین ترس از فرداست سازگارا که خیلی اشاره میکنن که همین بیاعتمادی که آقای علوی وزیر اطلاعات دولت روحانی مطرح میکنه به آینده، که انقلاب رو نمیشه حفظ کرد با این وضعیتی که هست. آیا این زمین این قارت ها نشوندنده عمیق‌تر این بیاعتمادی به آینده نیست از طرف حکومت؟ مطمئنن به قول یه دوست ما چند سال پیش میگفت فعلا که شعار روز آقایونی که در حکومت هستند اینیست که بارتو ببند و برو. ظاهرا یکی از این آقایون دنبال همین تز هستند که چند سباهی که یک دنبگابی دستشون میفته بارشون رو ببندن از کیسه این ملت رنگ پریده و فقیر و به قول آقای نوریزاده زن و بچه و اینها رو بفرستن جاهای مختلف دنیا و خودشون هم چمدون به دست آماده باشن برن. و این آقای چالنگی یک بخش کوچکی از این درده. در واقع به نظر من مسئله دزدی، غارت، فساد که حاصل سیستمی است که در امر اقتصادی و در امر مدیریت کشور برنامه خاصی نداشته، نداره و یک اقتصاد دولت سالار و حکومت سالار پر از مراکز راندخوری و پر از امتیازات ویژه به وجود آورده و بعد هم ماجراجویی هایی که نه فقط در پروژه هسته‌ای بلکه در ده ها زمینه دیگه در منطقه و دنیا کرده، حاصلش رسیده به جایی که ایران الان یکی از منزوی ترین کشورهای دنیاست و یکی از گرفتارترین کشورها شده. و مسئله این است که سال آینده، سال 94 به گفته یک دوست اقتصاددان ما که من صحبت میکردم میگفت در واقع شاید لغت بحران اقتصادی لغت کوچکی باشه، بهتر از تعبیر سونامی رو به کار ببریم. امواج بلند یک سونامی اقتصادی در راهی که به شکل یک تورم، حتی اقتصاددان ها میگن بعید نیست تا 100% نرخ تورم باشه در سال 94 و یک رکود گسترده‌ای که میلیون ها نفر رو به خصوص در کارخانجات کشور، 6 میلیون کارگر صنعتی ما رو داره تهدید میکنه به بیکاری. شما اون وقت به این اضافه کنید که برای آمار خود حکومت از هر 4 خانوار ایرانی
یک خانوار هیچ نوناوری نداره، یعنی در واقع 25% خانوارهای کشور فقط با پول یارانه یا باری به هر جهتی از امروز به روز دیگه زندگی میکنن، چون هیچ یک از اعضای خانواده شاغل نیست و شغلی نتوانسته به دست بیاره. به این ترتیب به نظرم اگر به این تصویری که در کشور هست، دعوای حضرات، همون باندای مافیایی و کشمکشی که سر جانشینی زود هنگام کردن و انتخاباتی که سال آینده هم در پیشه که اون هم خودش یک بحران دیگه است، میشه حد زد که سال 94 سال پر آشوب و پر حادثه خواهد بود که به نظرم مهر حاکمیت مردم می شود اگر هوشیارانه عمل بشه در سال 94 خوبیده بشه بر پیشانی مملکت انشالله. خب این نوزه صحبت انتخابات شد و در همین وضعیت هست که باز مسئله آنچه که بازداشت خانگی آقای میرحسین موسوی و مهدی کروبی نامیده میشه به یکی از موضوعات اصلی در عرصه سیاسی حکومت تبدیل شده. چرا این مسئله همچنان ادامه داره؟ چرا حل نمیشه؟ چه از این و چه از اون ور؟ اگر جرمی مرتکب شدن به گفته مخالفین، بیان و مطابق اون جرم علنا محاکمه کنن و مجازات، اگر هم نه چرا همچنان این مسئله اینقدر کشدار شد؟ ببینید، اولا آقای حسین شریعت مداری بازجوی سابق وزارت اطلاعات، نماینده ولی فقیه در کیهان، ایشون حرف درستی میزنه، میگه زمانی که قرار هست رو این برنامه ها گذاشته شد، شورای عالی امنیت ملی این تصمیم گرفت و آقای روحانی دبیر شورای امنیت ملی بود. آقای روحانی اما در وعده های انتخاباتیش تاکید کرد که امیدوارم کاری بکنیم که کسی دیگر در حصر نباشد و کسانی هم که بازداشت شدن در جریان انتخابات گذشته آزاد بشن. یکی دو نوبت هم در اجتماعات دانشجویی ایشون اشاره کرد که این کار رو میکنه، تا اینکه سهام نیوز خبری رو منتشر کرد مبنی بر اینکه آقای روحانی بررسی وضع این دو تن آقایان رو در دستور جلسه دو هفته آینده شورای امنیت ملی گذاشته، به این معنا که ایشون مطرح کرده در اونجا، ولی بعد اونجا فرمانده سپاه خواستار آن شده که دو هفته وقت بدن تا جنبه‌های مختلفش رو مطالعه کنه. من میخوام اینجا یه نکته رو خدمت تو عرض بکنم که این شوخی رو من نمیدونم به چه دلیل دارن ادامه میدن. تصمیم به حصر آقای مهندس موسوی و آقای حجت الاسلام کروبی رو نه شورای عالی امنیت ملی گرفته، نه حسن نتقی، شخص آقای خامنه‌ای گرفته. دستورشون هم از طریق آقای روحانی یا سعید جلیلی هر کدوم ابلاغ کرده به مجلس و مجلس موظف به انجام این خواسته آقا بود. این بنابراین خیلیش روشنه. شورای عالی امنیت ملی جمهوری ولایت فقیه که شورای امنیت ملی آمریکا نیست که بشینن توش تصمیم گیری های کلان بکنه. حالا هم زمانی هست برداشته خواهد شد که آقای خامنه ای اراده کنند. بنابراین نه آقای روحانی میتواند، آقای روحانی یه وعده ای داده به این امید که حالا میرم پیش آقا میگم قربونه دال ما برنده شدیم، روی ما رو زمین ننداز. آقای خامنه اهل این نوع معاملات نیست. تصمیمی گرفته که این دو آقایون نظام منو متزلزل کردن، به من توهین کردن، بنابراین باید بپوسن اون تو. حالا خیلی همت کردم زندان ننداختمشون به خاطر سوابق گذشته، خب برن خدا رو شکر کنن، و الا به قول آقای جنتی این آقایون رو من باید اعدام میکردم. اینه که داستان این رفع هست رو دو هفته دیگه جلسه است و سه هفته دیگه منزل خاله قراره برن آش رشته بخورن راجبش حرف بزنن، اینا همه شوخیه. مقام اراده امامانه آقای خامنه ای هنوز بر این باورن که باید این دو بزرگوار در اونجا بیفتن و مریض شن و بپوسن و به رحمت خدا برن، چون به اراده ایشون برخورده، به مقامشون برخورده که این آقایون
از مردم سالاری صحبت کردن. خب آقای سازگار پرسش من همچنان این هست که این همه زندانی از معلم و کارگر و کارمند دولت و زن، مرد، دانشجو، وکیل دادگستری، همه رقم در زندان ما داریم. در این فاصله 88 تا امروز هم اعدام ها همچنان ادامه پیدا کرد، زندان ها همچنان هم باشته شد. سوال من این هست که چرا این مسئله همچنان مطرحه؟ بازداشت خانگی آقای کروبی آیا مرتبط با وضعیت اجتماعی، آیا نگرانی آقای خامنه ای هست، همونطور که آقای نوری‌زاده اشاره کرد که این دو نفر رو در بازداشت نگه داشته، آیا چه علتی داره که همچنان در سطح مسائل روز سیاسی هست در جمهوری اسلامی؟ ببینید، آقای روحانی وقتی که رئیس جمهور شد یک استراتژی سه مرحله‌ای برای خودش گذاشت. ایشون مرحله اول فکر کرد که هیچ از گل نازکتر نگه، نه راجع به زندانی سیاسی، نه حصر آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد، و فقط و فقط دل آقا رو به دست بیاره، بتواند مشکل هسته‌ای رو حل کنه، تحریم ها رو برداره، مرحله دوم مشکل اقتصاد کشور رو حل کنه، و بعد مرحله سوم به دلیل اینکه فرد توانایی هم شده، مشکل مردم رو حل کرده، محبوبیت بالایی داره، بیاد مثلا به سراغ مسائل حقوق بشری، زندانیان سیاسی و موضوع هست. همون موقع پاره دوستان به آقای روحانی گفتند آقا این غلطه، این استراتژی کار نمی کنه، شما همه این قدم ها رو باید با هم برداری، و این آقای خامنه ای شست و مثل شما رو تشنه میبره سر چشمه و تشنه بر میگردونه. ایشون به هر حال دو سال رو از دست داد و به خیال خودش فکر کرد که این مشکل رو حل میکنه. آخرین اتفاق این بود که بعد از مذاکرات دو جانبه آقای کری و آقای ظریف، پیشنهادی که نهایی شد پیشنهادی بود که آقای ظریف با خوشحالی برد تهران. 7000 سنتریفوژ رو قرار بود به رسمیت بشناسن، 10 سال دوره قرارداد باشه، بعدن هم با یک تایم تیبلی تحریما رو بردن. آقای خامنه ای انقدر هم خوشحال بودن که حتی با آقای روحانی صحبت از این کرده بودند که جشن هسته ای اعلام کنن، بگن حق غنی سازی رو گرفتیم. اما وقتی بردن پیش آقای خامنه ای، ایشون گفتش که قرارداد اگر بخواد امضا شه باید توش بیاد که تحریم ها رو یک جا بردارن. این در واقع به قول معروف اون مثالی که خودمون داریم، ایشون مادرش روی قیمتی میخواد بفروشه که هیچکی نخره، چون میدانن که یک جا بر نمیدارن. از این به بعد در واقع کاخ آرزوهای آقای روحانی رو خراب کرده آقای خامنه‌ای. آقای روحانی تا اینجای کار دو تا موضوع رو مطرح کردی که میداند انگوش به چشم آقای خامنه‌ای و سپاه فرو کردنه. یکی مسئله دخالت سپاه در مسائل اقتصادی و مسئله رفراندوم رو مطرح کرده، بحث از لایحه‌ای که به مجلس بدن و انبال اینها رو بگیرن و این قانون رو به رفراندوم بذارن، قرقرش رو کرده ایشون. یکی مسئله حصر رو به میان آورده. درست میگن آقای دکتر نوری‌زاده، آقای روحانی خودش عضو شورای امنیت بوده و بهتر از هر کسی میداند که حتی آقایان موسوی و کروبی و خانم رهنورد مصوبه شورای امنیت نداره اصلا. آقای خامنه ای شخصا گفت، دستور داد که اینا با من بکنید این بحث. در جلسه شورای امنیت گفت آقا این مصوبه کو، همه میدونن مصوبه ای اصلا در کار نیست، لذا گفتم دو هفته دیگه در دستور بگذارن. عملا در واقع این موضوع رو آورده جلو که یک ابزار فشاری بلکه درست بکنه. به نظر من البته یک کمی دیرهنگام داره ایشون به سراغ این ماجرا میره، ولی به هر حال ماجرای آقای کروبی، موسوی و رهنورد مثل سایر زندانیان سیاسی ما و که مقاوم ایستادند، سر خم نکردند، حاضر به عذرخواهی و مدیحه‌گویی از رهبر نشدند،
موضوعی است که نظام درش در بونده، موضوعی است که نظام در واقع نمیتونه نه به جامعه جهانی جواب بده نه به مردم جواب بده، و هر وقتم که شما روش انگشت بذاری نظام رو دچار سرگیجه میکنی. اتفاقا در کنگره امریکا هم این بحثای جدید که داره میشه، دوباره من دیروز با یک کسی صحبت میکردم میگفتش که دوباره مطرحی که کنگره امریکا و احتمالاً اروپا دست بگذارن روی اینکه آقا شما مسئله حقوق بشر و آزادی زندانیان سیاسی از جمله رهبران جنبش سبز رو چرا اجرا نمی کنید. خب این همه گفتیم، اما نه اینکه در حکومت ایران کسانی به فکر مردم نباشن، هستند و راه حل هایی نداشته باشن، دارن. یکی از این راه حل هایی که داده شد شب عید برای مردم ایران، آقای بهمن بهمنی، گفتم سمتام طولانیست، مدیر کل دفتر برنامه ریزی ازدواج و تعالی خانواده وزارت ورزش و جوانان، ایشان آمده گفته راه حل، یکی از راه حل‌های مهم برای حل مسائل اینه که شرایطی فراهم شود که کارکنان دولت با هم ازدواج کنن. آقای نوری‌زاده های سازگار، راه حل یکی از مسئولان بلندپایه دولت اسلامی، دولت فقیه در ایران 30 چند سال پس از انقلاب اسلامی چنین است، ازدواج کارمندان دولت با هم دیگه. مبارک اینش. آقای نوری‌زاده، و اما در اینجا آقای اشتون کارتر، کسی که نامزد شده از طرف پرزیدنت اوباما برای وزارت دفاع آمریکا، در سنای آمریکا روز چهارشنبه صحبت‌های قابل توجهی داشت، اینکه جمهوری اسلامی و داعش، این دولت اسلامی عراق و شام، دو خطر عمده برای آمریکا هستن در منطقه. تا چند اندازه حرف ایشون واقع بینانه است، بازتاب واقعیت هست، و مبانی اون رو در کجا میدونید؟ وجه اشتراک داعش و جمهوری اسلامی رو به عنوان خطری مشترک. من حتی فکر میکنم آمریکا نسبت به خطر داعش کمتر احساس نگرانی میکنه، چون تارگت داعش حداقل در حال حاضر متحدان آمریکاست، ولی جمهوری اسلامی مستقیما با امریکا درگیری، یعنی روسیه کوب، حالا کوبا که تغییر کرد، روسیه، کره شمالی هم در پرتو رهبری های خردمندانه نایب امام زمان در ایران و دشمنی با امریکا مقاصدشون رو پیش میبرن. یه نکته جالبی براتون بگم، حوثی پابرهنه یمنی امریکا چیکار بهش کرده که مرگ بر امریکا بگه، مرگ بر اسرائیل، لعنت بر یهود؟ شورشی از ایران صادر شد. من تاجیکستان بودم، روبروی پارلمان تاجیکستان تظاهرات، اون تظاهرات البته اون زمان علیه بقایای حزب کمونیست آقای نبیوف بود که رئیس جمهوری، با زنده یاد محی‌الدین عالم‌پور. بعد یه دفعه دیدیم یه آخوندی اومد اونجا شروع کرد شعار دادن آمریکا آمریکا مرگ به نیرنگتون. یک آقایی که در اونجا نماینده یکی از احزاب بود اومد و میکروفون رو گرفت، گفت آمریکا به ما چه لطمه‌ای زده جز اینکه چندین میلیون دلار بهمون کمک کرده، گندم داده، داره برامون کارخونه پنبه میسازه، یه هتل داره درست میکنه، برای چی به آمریکا ناسزا میگید؟ بگید ظالمان، و شعار رو عوض کرد، ظالمان مرگ به نیرنگتان. غرضم اینه اینا همه بساط جمهوری ولد فقیهه، شعار مرگ بر آمریکا رو اینا باب کردن، و معلوم آمریکا احساس خطر میکنه، مسائلش در منطقه در خطره. در عراق چقدر از شب، من نمیدونم این آقای اوباما چه عشقی به آقای خامنه‌ای و ولد فقیه داره، اینو من نمیتونم درک کنم، ولی آقای کارتری که میخواد بیاد مقام وزارت دفاع رو بگیره، اولویت‌ها رو میشناسه، دوست و دشمن رو ارزیابی میکنه،
احمد جنتی دبیر شورای نگهبان، عضو مجلس خبرگان، نایب رئیس مجلس خبرگان، در نماز جمعه میاد و در مرگ پادشاه عربستان سعودی ابراز شادمانی میکنه و حرفایی میزنه که صدای دکتر زیبا کلام رو در میاره که آقا جان تو دیگه یه آخوند حوزه نیستی که هرچی دلت بخواد بگی، تو مقام رسمی هستی، تو به یه آدمی که در کشورش و میون مسلمان ها محبوب بوده و اصلاح طلب بوده و دولت ایران در مراسم در گذشته او مشارکت کرده، وزیر خارجش فرستاده، این مزخرفات چیه داری میگی؟ بعد یه چهار تا شعار مرگ بر آمریکا، اینا همه از دید آمریکا، از حداقل از دید آنهایی که با مسائل امنیتی و نظامی سر و کار دارن، شما مطمئن باشید رئیس سازمان CIA خوشحال نیست از اینکه آقای اوباما با آقای خامنه‌ای نام پراکنی میکنه، برای اینکه او از پشت قضیه خبر داره، میدونه سلولای تروریستی که در منطقه درست شده و بند نافشون به تهران وصله یا از طریق حزب الله به تهران وصله، اینا خطرن برای مسئله دراز مدت ها. خب آقای سازگار بسیار میدونن که وجه مشترک عملکرد حکومت اسلامی، حکومت دینی برآمده از انقلاب اسلامی در ایران با داعش، خب بسیار سنگسار و گردن زدن چندان تفاوتی با هم نمیکنه. شکنجه هایی که در زندان و مسله کردن برخی از زندانیان در ایران شبیه آنچه که داعش انجام میده و اعمال دیگه که در ارتباط با بانوان ایرانی انجام داده، سرکوب هایی که هست، اینا رو میدونه. اما این حرف که داعش و جمهوری اسلامی دو خطر مهم علیه آمریکا هستن، از زبون آقای اشتون کارتر در سنای آمریکا، در اینجا در واشنگتن، چجور تعبیر میکنید و تفسیر؟ من فکر میکنم آقای چالنگید، آقای اوباما راه رفته سه رئیس جمهور دیگه امریکا، کارتر، ریگان و کلینتون رو دوباره رفت، فکر کرد که با رژیم تهران میتونه معامله بکنه. به حرف خانم ولری جرت که تا 6 سالگیش در ایران بوده، فکر میکنه ایران رو میشناسه، گوش کرد و اتفاقا ایشون هم مثل اون ستای دیگه سنگ رو یخ شد. یعنی فکر کرد که به یه قرارداد میرسه، با آقای خامنه‌ای نامه میده، مشکل حل میشه. و الان که رسیده به اینجا که آخرین پیشنهادی که خیلی هم سخاوتمندانه داده بودند از طریق تهران نفی شده، دو تا اتفاق افتاده. یکی این که امریکایی‌ها که آقای کری شخصا به آقای ظریف قول داده بود که موضوع موشکی رو فعلا در دستور نمیذاره و مطرح نمیکنه، بیایم راجع به هسته‌ای صحبت کنیم، موضوع موشکی ایران رو خانم جن ساکی سخنگوی وزارت خارجه امریکا بلافاصله روی میز گذاشت. دیروز مسئول اطلاعات وزارت دفاع امریکا، او هم در سنا گفت که پروژه موشکی ایران تهدید برای امنیت ملی امریکاست. و موضوع دیگه این که وزیر دفاع جدیدی که معرفی شده در کمیته نظامی سنای امریکا، از اینم فراتر رفت. وقتی بهش گفتند آیا داعش تهدید امنیت ملی امریکا هست، گفت به نظر مهمترین تهدید امنیت ملی امریکا است، گفت به نظر من ایران مهمترین تهدید امنیت ملی امریکا است و داعش بعد از اون قرار میگیره. و در واشنگتن الان دوباره موضوع تند شده، مطرح شده که ایران سیاه چاله تروریسم جهانی است، از آرژانتین تا افغانستان تا شرق دور دست به کارهای تروریستی میزنه. و به نظرم اینها تبعات مشکلاتی است که سر میز مذاکره پیدا شده. کاخ آرزوی آقای اوباما هم خراب شده. به هر حال این روزها آقای کری و ظریف قرار است در مونیخ باز صحبت کنن. چند از خیلی کوتاه، یعنی یک کلمه بیشتر نداری وقت، چند از خوشبینیم به مذاکرات امروز مونیخ اتمی؟ فکر نمی کنم آقای چالنگی به جایی برسه، برای اینکه مشکل در تهرانه. و آقای نوریزاده خوشبینی شما خیلی کوتاه. من همچنان بر این باورم که سرانجام چاره ای جز توافق نخواهد. با سپاس از آقای نوریزاده در نیویورک و سپاس از شما آقای سازگارا در واشنگتن.
به پایان این برنامه تفسیر خبر میرسیم با امید به فردایی بهتر. با برآمدن آفتاب از فراز البرز، سند و سبلان، الوند، کوه، کوهساران، دراک، آسماری و زاگرس و تابشان بر فلات ایران زمین، روزگارتان خوش، تندرستیتان پایدار باد.